دادگاه تجدید نظر اوکراین حکم حبس و جریمه برای وزیر کشور یولیا تیموشنکو و نخست وزیر سابق این کشور را تایید کرد. دادگاه اوکراین درخواست تجدید نظر 4 سال حبس برای یوری لوتسنکو وزیر کشور سابق به جرم سوء استفاده از قدرت را رد کرد. آقای لوتسنکو که از این تصمیم به خشم آمده بود گفت که 100% مطمئن است اگر به دادگاه اروپا شکایت کند برنده خواهد شد. دادستان اوکراین ضمن حمایت از این حکم گفت استدلال‌های مطرح شده در مورد عدم وجود سندی مبنی بر مجرم بودن او بی اساس است. او افزود که وزیر شخصا مسئول تصمیماتش بوده است. اتهام وزیر کشور سابق اوکراین افزایش غیرقانونی حقوق بازنشستگی راننده‌اش و اعطای یک آپارتمان به صورت رایگان به او عنوان شده است. همسر آقای لوتسنکو ضمن تاکید بر اینکه هیچ انتظاری از دولت و رئیس جمهور اوکراین نداشته و درخواست عفو هم نخواهد کرد گفت اما اگر رئیس جمهور یانوکوویچ این کار را انجام دهد ما هم خواهیم پذیرفت. دادگاه اوکراین فقط با کاهش جریمه او از 58 به 55 هزار یورو موافقت کرده است. خبرنگار یورو نیوز در کیف با اشاره به قطعی بودن حکم دادگاه میگوید وکلای او امکان عفو توسط رئیس جمهور را رد نمی کنند ولی در نظر دارند پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع دهند.